آن قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من، به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاره 26 سوره الحجرات آیت 13. شپگوشتم سپاره دی الحجرات سورت دیالسم نمبر آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ببرغاه باك الله جل جلاله دعا ميكنم كي حق را بما حق نشان بدهد والتوفيق پيروي از حق نصيب كند بما، و باطل را به ما باطل معرفی کند و از پیروی آن الله جل جلاله ما و شما را توفیق بده که از او اجتناب کنیم. به بارگاه پاک الله جل جلاله دعا می کنم که زندگی ما را مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانه، خاتمه ما را به کلمه توحید و عمل صالح بگردانه. هر کسی که به دین اسلام مخلص است، الله جل جلاله او را بلند و سرفراز بگردانه، و هر کسی که در مسائل دین در بین مسلمان ها اختلاف و تفرقه و شکست مندازه، یا فهمیده یا نفهمیده، الله جل جلاله اونها را هدایت کنه و در راه راست اونها را بیاره، و ما را الله جل جلاله صفهای ما را متحد بگردانه، دلهای ما را با هم نزدیک بگردانه مطابق روش و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسمی که در سوره الحجرات قرار داریم، سوره مدنی است. یکی از نامهای از این سوره، مطابق گفته بعضی از علما، یکی از نامهای سوره اخلاق است. ایرا وظیفه دادیم تا 15 اپریل ایرا کلگی باید حفظ کنه بدون استثناء، نو اکسپشن. سوره الحجرات 18 آیت است، این کلگی باید حفظ کنه، و یک تعداد شروع کردن و کارشون خوب روان است. به خاطر چی این میگم که سوره اخلاق است؟ مسائل مهم زندگی در اینجا ذکر شده.
از جمله چیزهایی که ذکر شده در آیه 11 خداوند میگه که یک قوم بالای قوم دیگه استهزا و مسخره و رشخند نکنه، یک گروه از زنها بالای گروه زنهای دیگر مسخره و رشخند نکنه. به خاطر او گروهی که سرش رشخند شده یا مسخره شده شاید اونها بهتر باشه از این قوم کلانکار کرده، از این زنهای کلانکار کرده شاید اونها پیش خداوند مقامشون بلند باشه. شما در میانتان عیب جویی نکنین یکی دیگره، الفاظ خراب، القاب خراب یکی در مقابل دیگر استعمال نکنین. استعمال سخن خراب، انتخاب اسم بد، لقب ناروا، تهمت، ایر تنابزو ولا تنابزو، یکی دیگره به این الفاظ، به این القاب نام نگذارین. یک بار که اسم انسان مؤمن گذاشته شد، ایماندار گذاشته شد، باز باید از او بئس الاسم، بسیار بد اسم است که بعد از مؤمن یک اسم دیگه گذاشته میشه. این بسیار بئس الاسم است، بد نام است. در درس در پیشوی ما میگه کسی که یک کلمه میگه و این کلمه باعث خوشنودی رضایت الله جل جلاله میگرده و این انسان نمیفهمه که این در کجا قرار گرفتی گرد. این حدیث در پیشوی ما میاید خداوند این انسان را از اهل جنت نوشته میکنه و به می شکل برعکس. بنان کسی که این الفاظ را استعمال میکنه در برابر برادر مؤمن خود توبه نمیکنه، این انسان ظالم است. و من لم یتوب، آیه شماره 11، اگر کسی توبه نمیکنه از این کار خود فاولئک هم الظالمون، این قوم ظالم، قوم ستمگر است. شاید به خاطر یک تعصب، کینه یا یک حقد در دل یک نفر باشه، خو ایمانش به آخرت ضعیف است، این را نمی فهمه. سوره حجرات اصلا در زندگی خود نخوانده که سوره حجرات یعنی چی، از چی صحبت میکنه. انتخاب لقب بد به برادر مؤمنت این بئس، یک کار بسیار بد است. اگر کسی توبه نمی کنه ظالم است و عاقبت و سرنوشته ظلم واضح است که سوختن در آتش دوزخ است. الله جل جلاله به ما توفیق بده که به ارشادات سوره حجرات ما عمل کنیم. در آیت شماره 13 قرار داریم که حلمی سه پرسان کرد که سوال داشت در هفته گذشته، که در این مورد مختصر انشاءالله که مفید باشه اشاره میکنیم. در این آیت الله جل جلاله می فرماید که یا ایها الناس و ای مردم، عموما مردم، مسلمان یا غیر مسلمان، هر کسی که هست، انا خلقناکم، یقینا ما شما را پیدا کردیم، من ذکرین، از مرد، و انثا، از زن، از مذکر و مؤنث ما شما را پیدا کردیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، و گردانیدم شما را ملت ها، شعب ها گردانیدم، و قبائل، قبیله قبیله، و ترایبز شما را پیدا کردیم که لتعارفو، تا ای که شما یکی دیگر را بشناسین، در بینتان تعارف پیدا شود. وقتی که شناخت و تعارف در بین دو قبیله یا دو انسان یا دو طبقه مردم پیدا شد، وقتی که شناخت پیدا شد طبیعی است که تو امروی از او سلام میکنی، امروش گپ میزنی، در نتیجه تعارف گپ پیدا میشه، گپ که پیدا شد الفت و محبت و دوستی پیدا میشه. وقتی که گپ نباشه طبیعی است که در اونجا دوستی و محبت صورت نمیگیره. وقتی که
گپ صورت گرفت، دوستی صورت میگیره. دوستی که صورت گرفت واضح میشه که به قرابت و خیشی بی انجامه. وقتی که قرابت و خیشی پیدا شد با در بین از اینها چی میشه؟ توارث، یکی از دیگه میراث میبرن. وقتی که ما شما را شعب و قبیله قبیله و گروه گروه ساختیم تا در بین شما تعارف و شناخت پیدا شود، این به خاطر از این نیست که شما یکی با دیگه یک قبیله بالای قبیله دیگه افتخار کنه که من از تو کده، قبیله من از قبیله تو کده بهتر است. ما این را به این خاطر نگردانیدیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بدون شک انسان خوب، انسان گرامی و کریم نزد الله جل جلاله کی است؟ اتقاکم، هر کسی که با تقوا است، هر کسی که تقوای او زیادتر است. یکی کلمه تقیون است، تقیون، تقیون آدمی که تقوا دارد. متقی و تقیون یک معنا دارد، اما اگر اتقا بگه زیادتر تقوا دارد، اسم تفضیل است. کسی که تقوایش زیادتر از خداوند، او را زیادتر دوست داره، او گرامیتر از پیش الله جل جلاله. سوال این بود که اگر یک انسان است که از یک فامیل، از یک قبیله است که او بلندتر است، یک قبیله از لحاظ اجتماعی از کدام علت دیگه مقامش بلند است و یک فامیل و یک قبیله پایین تر است، از لحاظ نسب، از لحاظ شرف پایین تر است، کدام از این پیش خداوند فضیلت داره؟ از لحاظ شرعی، از لحاظ شرعی امی قومی که با شرف است، قومی که با عزت است، در بعض مسائل این درست است که مقامش بالا است. اما اگر در قومی که از لحاظ نسب و شرف پایین است و یک طبقه مردم از لحاظ شرف بالا است، از فامیل بلند است، منتها در اینجا یک نفر پیدا میشه که با تقوا است، آدم خوب است. با تقوا چی مانا؟ اوامر خداوند اجرا میکنه و از کارهای خراب، از کار ناروا و منکر خود نگاه میکنه، فرایض تطبیق میکنه، از منکرات، از محرمات خود نگاه میکنه، این آدم با تقوا است. پس اگر در یک فامیلی که از لحاظ اجتماعی درجهش پایین است، اما یک عضو یا یک فامیل دیگه پیدا میشه که با تقوا است، باز در این صورت ای از این کرده فضیلت داره، ولو از لحاظ اجتماعی ای بلندتر باشه. معیار چی است؟ معیار تقوا است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر اتر نمی بود، باز بعد از او ابو لهب کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، باز او به دوزخ نمی رفت. به نص قرآن کریم ابو لهب از فامیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، کاکایش است، برادر پدرش است، ایمان نداره. قرآن میگه که سیصلا نارن، داخل آتش، زود است که داخل آتش شود. در او صورت باز بعد از او، او نسب و او شجره در ترازوی اسلام هیچ ارزش نداره، باز بعد از او صفر است. در هر موقعیتی که انسان باشه، وقتی که او از خداوند میترسید که احکام را در فامیل خود، در زندگی خود تطبیق میکرد، او خوب فامیل است، ولو که در پایین ترین موقعیت اجتماعی باشه، ولی از خداوند میترسه، او آدم، او فامیل از همه کرده مقامش پیش الله جل جلاله بالاتر است. علما میگه که میگه قسمی که وقتی که امی از طرف صبح میشه، صبح آفتاب که مگره، ببینید که تمام ستاره ها گم میشه. آفتاب که صبح میبره روشنی میشه، تمام ستاره ها گم میشه. کسی که عملش خوب است، کسی که صاحب تقوا است،
مثل آفتابش باز بالای دیگه قبایل و دیگه مسائل دنیوی، اما قسمی که آفتاب بالای ستاره ها فضیلت داره، روشنیش زیر میگیره به می شکل آدم با تقوا پیش خداوند گرامی و کریم است. ان الله علیم خبیر، بدون شک الله جل جلاله عالم و دانا و با خبر است، از هر چیز میدانه و با خبر است. در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده می فرمایند که من سره ان یکون اکرم الناس فلیتق الله، هر کسی که دوست داره آدم بسیار گرامی باشه، گرامی ترین انسان در بین مردم باشه، از خداوند بترسه. باز بعد از او، از هر فامیلی که باشی، در هر نسبی که باشی، در هر شجره که باشی، باز بعد از تو درجه تو بلند است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح می کرد، به صفت قائد، به صفت پیغمبر یک خطبه داد. در خطبهش وقتی که مکه را فتح کرد چی گفت؟ می گفت که مردم به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کس یا مردم مثل دو شخص است، تمام مردم مثل دو شخص است. یک شخص رجل بر تقی کریم علی الله، آدم نیکوکار با تقوا و پیش خداوند گرامی است. یک تعداد مردم به دهی گروه است. در مقابل یک تعداد مردم است مثل یک انسان فاجر شقی هین علی الله، یک تعداد مردم مثل یک انسان فاجر بدکار بدبخت و سبک. پیش خداوند سبک است، هیچ وزن نداره. بناهن هر کسی که فرائض را ادا میکنه، از چیز ناروا خود نگاه میکنه، او آدم دوست خداوند است، او آدم است که از بسیار مردم که مقامش بالا است. قالت الاعراب آمنا، در این آیت الله جل جلاله به یک چیز دیگه اشاره میکنه که یک تعداد از عرب هایی که کوچی بودن، اینا در وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدن پیشش و در اوجه در اسلام داخل شدن و شهادتین را گفتن. امی کلمه شهادت را در پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کردن، گفتن که ما فامیل و اولادهای خود را آوردیم و ایره تو بفامی ای پیغمبر که ما امرای تو جنگ نکردیم. دیگه قبایلی که امرای تو جنگ کردن، ما جنگ نکردیم. بی بی که ما کل فامیلا و اولادهای خود را آوردیم و کلمه شهادتین را گفتیم و به اساس ازی اینها توقع داشتن که بعد اینها صدقه یا یک چیز مال بر از اینها داده شود. در اعلان کردن شهادت خود، این مردم کوچی عربی، اینا میخواستن که بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک قسم منت بگذارن. بیبی که ما کتی تو جنگ نکردیم، او قبیله فلانی امرای تو جنگ کرد، ما امرای تو جنگ نکردیم، ما مسالمت آمیز آمدیم، داخل اسلام شدیم، پس توقع داشتن که به ما یک چیزی از صدقه یا زکات بر از اینها داده شود. اینها دعوا کردن که ما ایمان داریم. خداوند برشان میگه که شما ایمان ندارن، شما اسلام داریم. فرق زیر شما فهمیدین؟ دین چند درجه داره؟ سه درجه. درجه پایینش چی است؟ اسلام. درجه متوسطش چی است؟ ایمان. درجه بالایش چی است؟ احسان. ای عرب های کوچی که آمده بودن، اینها دعوا کردن که ما چی کردیم؟ ما ایمان داریم. ایمان هنوز در دلشان کاملا داخل نشده بود، فقط یا از ترس یا از چی؟ از ترس.
و یا ای که اینها تمه داشتن توقع داشتن که چیزی صدقات یا از پول برشان داده شود، احتمالا یا به خاطر از این گپ یا به خاطر از این گپ اینها چی کردن؟ اینها اعلان شهادتین کردن. اما تابال ایمان، نور ایمان در زندگیشان کاملا تطبیق نشد، داخل نشدن. و یا اتر در زندگی ایده تطبیق نکردن، تنها به زبان گفتن که کلمه شهادت خواندن اینها. در زندگی عملی اینها این چیزها را داخل نکردن. تا باره وقتی که انسان تطبیق کرد، باز بعد از او به درجه ایمان میرسه. وقتی که قبل درجات ایمان بزنی یا بعض از این مسائل بزنی، شاید یک تعداد گپ بزنه که والله خب این گپای بخی نواسی، گپای ما نمیشنویم، یه غفوری گپای نو نو میکشه، بر ما شما بیتفاوت است. این چیز حقیقت است. دعوای اسلام کردن، خداوند رد کرد، به خاطر که ایمان درجهش بلندتر است. و احسان در حدیث ما شما واضح معلوم است که درجه احسان از اسلام و ایمان کرده بلندتر است. احسان درجه بلندش است که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به وضاحت میگه که حدیث جبریل علیه السلام وقتی که از اسلام پرسان کرد، گفت که نمی ارکان پنجگانه است. وقتی که از ایمان پرسان کرد، امو ارکان ششگانه ایمان است: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. ای ارکان ایمان شد. و در مورد احسان که آمد، احسان به این معنا که خداوند اتر عبادت و قسمی که میبینیش. اگر تو خداوند نمیبینی، ایرا عقیده داشته باش که خداوند تو را میبینه. پس وقتی که انسان الله جل جلاله را میبینه، شما ببینید که انسان چقدر متوجه حرکات خود میباشد، چقدر متوجه لباس خود میباشد، چقدر متوجه الفاظ استعمال میکنه. در شروع سوره حجرات گفتیم که در مقابل الله، در مقابل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما باید چی کنیم؟ بسیار با ادب باشیم. از جمله چیزی که ذکر کردیم این بود که در نماز صبح یا غیر صبح اطور نشوه که با لباسهای خو ما در نماز ساد شویم، ولو که پاک باشد. چرا با خداوند صحبت میکنی، در مقابل خداوند استاد میشی، با لباس پاک، با لباس درست، هم قسمی که میخوای که در پیشوی مردم تو لباس جور باشه، از او که بهتر و خوبتر پیش خداوند در حضور خداوند جل جلاله احسان شو. بناهم احسان اونمو است که ان تعبد الله که انک تراه، فا این لم تکن تراه فا انه یراک. ای احسان است. زیاد ما مثلا والله یحب المحسنین، خداوند احسان محسن و نیکو قرار دوست داره. این درجات ایمان شد. قالت الاعراب، امی بدوی ها و کوچی ها گفتن که آمنا، ما ایمان آوردیم. قال تو برشان بگو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لم تؤمنو، شما ایمان ناوردین، ولکن لکن قولو بگو این که اسلمنا، ما مسلمان هستیم، ما اسلام آوردیم، نگو ما ایمان آوردیم، بگوین که ما مسلمان هستیم. ولما، تا هنوز، تا بالره، یت، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، تا هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده. و این تطیع الله و رسوله، اگر شما اطاعت و فرمان برداری کنین از الله و رسولش، لا یلتکم، کم نمی کنه من اعمالکم، از اعمال شما شیئا، هیچ. اطاعت از الله و از رسولش اعمال شما را
هیچ چیزی شکم نمیکنه، ثواب شما از بین نمیره. شرطش ایمان و پیروی و اتباع از رسول و فرستاده الله جل جلاله. این الله غفور رحیم. بدون شک الله جل جلاله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است. ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که اینا منافق نبودن. این عربایی که آمدن، کوچه‌ای که ایمان آوردن، میگه اینا منافق نبودن. ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که امام بخاری رحمت الله علیه اینها را منافق خطاب کرده. امام بخاری میگه اینا به زبان ایمان آورده بودن، در دل ایمان نداشتن. اما ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که نه، یا ایمان آورده بودن، از اسلام آورده بودن، ایمان ناورده بودن، منافق نبودن. فقط درجهشون بلند نشده بود، بنا منافق نبودن، مسلمان بودن و مؤمن نبودن. انما المؤمنون، ببینین که انسان صادق کی است. آخر آیت ببینین، آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون، اینها مردمای راستکار هستند، راستگو هستند، صادق هستند. مردم صادق کی است؟ سعی کنین. ایمان وقتی که انسان به زبان میگه، این انسان باید در عمل خود باید نشان بده. تو باید در عمل، انسان باید در عمل این ثابت کنه که من صاحب ایمان هستم. تنها زبان کافی نیست. چی بفهمه که تو از کدام لحاظ تو ای گبر زدی؟ وقتی که عمل صالح بود، باز بعد تو یقینا ایمانت تو در عمل ترجمه میکنی، در عمل تو پیاده میکنی. ببینی که صادقون مردمای راستگو کی هستن؟ انما المؤمنون، یقینا کسانی که ایمان دارن یا مؤمن کیست؟ الذین آمنوا بالله، کسانی که ایمان آوردن به الله جل جلاله و رسوله و رسولش. این یک گپ دیگه. ثم لم یرتابو، باز بعد از اونها شک نمی کنن. کلمه یرتابو از ریب گرفته شده و ریب در شروع سوره بقره، ذلک الکتابو لا ریب فیه. ریب چی رو میگه؟ شک. یه بین لم یرتابو، شک نکرده. بازو متردد نمیشه، ریلکتنت نمیشه. آیا پیغمبر گپش راست است یا نیست؟ ای باز برای خود شک جای نمیتن. وقتی که از طرف الله، از طرف پیغمبرش یک گپ گفته شد، آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و خود تسلیم کردیم. این شرط دومش است. اگر میخوای که صادق باشی، تو باید شک نکنی. این شرط دومش. شرط سومش، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. فی سبیل الله، در راه دین الله جل جلاله، در راه دین الله جل جلاله، توسط مال خود و توسط جان خود ای از دین دفاع میکنه. جان و مال خود را قربان دین الله جل جلاله میکنه و از او دفاع میکنه. اگر کسی میخواد که صادق باشه، اطاعت، ایمان به الله و پیغمبر، دور کردن شک و دفاع از دین، به متصمی که بیان شد. اولئک هم الصادقون، اینها هستن مردمای صادق. خب، آله اگر کسی میایه به زبان میگه و باز بعد از او دعوا میکنه که اترستم یا اترستم و عملش صفر است، این ما چی بفهمیم که این در کدام صف قرار داره، در کجا قرار داره؟ بناهن عمل انسان این ثابت میکنه که این در کجا قرار داره. قل اتعلمون الله بدینکم، تو بگو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، برزینها بگو، آیا شما خبر میتین؟ تعلیم در اینجا خبر دادن است.
اتعلمون آیا شما خبر میتین الله جل جلاله را در مورد دینتان؟ در دلتان، در قلبتان چیزی که هست آیا شما الله را خبر میتین؟ از دلتان خداوند خبر میسازین؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. الله جل جلاله صاحب علم است، میداند چیزی که در آسمان ها و در زمین است. الله جل جلاله و زو عالم و با خبر است. پس شما اعتنا نکنید که از ایمانتان، از دینتان، چیزی که در دلتان از شما به خداوند خبر نتین. شما که میگید ما اسلام آوردیم یا ایمان آوردیم، این گپا خداوند میفهمه که شما صاحب چی هستین. والله بكل شيء علیم، الله جل جلاله به هر چیز عالم و دانا است. یمنون علیک ان اسلموا، اینها منت میگذارند. یمنون یعنی چی؟ منت میگذارند، کلمش واضح است؟ نه. کل ما میفهمیم که منت میگذارند چی مانا؟ یمنون علیک، منت میگذارند بالای تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ان اسلموا، این که اینها اسلام آوردند. بالای تو منت میگذارند. دیگه اینا باید صفتشان شود دیگه. اسلام آوردن باید صفت از اینها شود و توصیفشان شود. قل لا تمنو، تو برشان بگو که شما لا تمنو علیه، شما امین منتتان بالای ما نگذارین که اسلام کن. این مسلمان بودن خود بالای ما شما منت نگذارین. بل الله یمنو، بلکه الله جل جلاله منت میگذارد. علیکم، بالای شما، ان هداکم للایمان، که شما را هدایت داد، شما را توفیق داد که راه ایمان را پیدا کنین. ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین و راست میگین. ایمان کلانترین نعمت است. خداوند نعمت های زیاد بر انسان داده. نعمت صحت است، نعمت اولاد است، نعمت و نعمت های بیخی زیاد است. خود در زندگی انسان کلانترین نعمت چی است؟ نعمت ایمان است. الله جل جلاله به ما شما ایمان کامل نصیب بگردانه و با ایمان کامل الله جل جلاله ما شما را حشر بگردانه. ای خاتمه سوره حجرات بود که انشاءالله بیاد ما است که ما پرسان میکنم که تاریخ 15 وقتی که میرسه ایر کل ما باید حفظ داشته باشیم. ما حفظ نداشتم و ما تا بال رسیدیم آیت 11 را ما حفظ کردیم. آیت 11 را ما فقط در راه که میرم، در کار، طرف کار که میرم در راه، ما ایره در موبایل عکسش گرفتیم، عکسش میکشم و حفظ کردم میرم. یا در پارک اگر پیاده میگردم میره حفظ میکنم. به این شکل انسان میتونه که بسیار چیزها را تو پیش ببره. بنان ما خودم 11 رسیدیم، دیگه زیاد نمانده، یک صفحه مانده. اول کوشش کنید که معنایش رو بفهمین، باز بعد از حفظ ازی آسان میشه ان شاء الله. آخر بس نه باز طول میکشه، در رمضان میرسه باز. بسیار آسان است. 15 امروز چند است؟ امروز 20 است یا 21 مارچ است؟ 21 است. بخیر، 15 اپریل اگر کسی تصمیم بگیره در آخر مارچ خلاص میکنه. کسی که تصمیم نگیره او در آخر 2016 می حفظ نمیکنه. این میمانه همینطوری. بناهن یکی با دیگه، کسی که یکی با دیگه کانتکت داره، ارتباط داره، یکی دیگه خود تشویق کنه. ایره چی میگه؟ ایره و تعاونو علی البر و تقوا. یکی با دیگه در کار خوب کمک کنه، یکی دیگه خود تشویق کنیم. و رای حلش اینه میسته که وقتی که دو آیت حفظ کردی، در دو رکعت، در رکعت اول نماز دو آیت بخوان، با در رکعت دومش دو رکعت دیگه، به می شکل در نمازا که تکرار شود. غیر از نماز ظهر و عصر، نماز اگر انفرادی میخوانیم در خانه، به جهر بخوانیم، به آواز بلند بخوانیم و این آیت ها را به آواز بلند بخوانیم، فضیلت هم داره و حفظ هم تکرار میشه.
این یکی از راه‌هایش است که می‌تونیم که اون مقدار زیادی از آیات‌ها را در دل خود جا به جا بسازیم. سوره قاف امی آیت هایی که به تعقیب از او آیت میاین از امی آیت ها غالبا امام بخاری رحمت الله علیه استنباط کرده. آیا تعقیبش یک آدم ببینه آیت 14 گفتین؟ دیگه این امیره امی فقط سیاق آیت ها را که چی کرده از امید استنباط کرده دیگه در ظاهر اینطور چیزی دیگه معلوم نمیشه، دیگه چیزی در بین دیده نمیشه. بله شما چیز پیدا کردین؟ نخیر است نخیر در ظاهر دیگه آیت اینجا خداوند رد دینش را نمیکنه اسلام شونه، صرف تا ایمان داخل قلب داده نشده بلکه شما اسلام آورده یعنی تسلیم شده. اکثریت علما یا تفاسیر مثلا بسیار تفسیرها رو من دیدم توجیه که امام بخاری رحمت الله علیه کرده این اکثریت علما قبول نکرده. امیر نظر ابن کثیر رحمت الله علیه را تایید کردن که اینها امو قبیلین بود که کوچی ها بودن نو آمدن داخل اسلام شدن، امو یک حکایت بنان اهل نفاق نیستن اهل اسلام بودن. الله تعالی اعلم. سوره قاف سوره مکی است، قبل از هجرت به مکه مکرمه ای آیت ها نازل شده یا ای سورت نازل شده. فرقش ببینید که فرقش بسیار تفاوت داره. در سوره حجرات اخلاق مطرح شد که شما غیبت نکنید، الفاظ خراب را برای برادر مؤمنت خطاب نکو، اگر یک انسان فاسق و بدکار یک خبر برای تو میاره تو را فورا قبول نکو، در اوجه تو تحقیق کو معلومات کو. غیره احکامی که در سوره حجرات تکرار شد یا ذکر شد. در سوره قاف مثل دیگه سورت های مکی از کدام موضوعات گفت میزنه؟ موضوعات اساسی مکی کدام است؟ اولش چی است؟ اولش توحید. ما معلومات کافی باید در مورد توحید داشته باشیم. توحید یعنی چی؟ این ما باید بفهمیم. این یکی موضوع. موضوع دومش چی است؟ یک کلمه ما کار دارم. موضوع دومش چی است؟ توحید عقیده است و دیگه چیزا هم من یک کلمه کار دارم. اول توحید بود، دوم رسالت. کلمه دوم رسالت. قرآن مکی از رسالت گپ میزنه به این معنا که پیغمبر بر حق است، گپش قبول کنین و از این پیروی کنین. کلمه اول توحید، کلمه دوم رسالت، کلمه سوم چی است؟ یک کلمه ما کار داره. بله خیلی ببین آخرت. یه سه کلمه به ذهن ما باشه: توحید، رسالت و آخرت. ما به آخرت باید ایمان داشته باشیم. قرآن مکی سر سه کلمه بحث میکنه، آیت ها آمده میره یکی بعد از دیگر. این ما خود ما سر سه کلمه، موضوع توحید، موضوع رسالت، موضوع آخرت، این ما باید با فامیل های خود بحث کنیم. بچیم تو بیا رسالت یعنی چی؟ دخترم تو بیا آخرت یعنی چی؟ از توحید چقدر معلومات داری؟ اول من خودم باید یک مقدار کافی معلومات داشته باشم تا جواب بچه و دختر خودم گفته بتانم. بناهن آیات مدنی از اخلاق گپ میزنه: غیبت نکنین، بدگمانی نکنین، این مسائل است.
قرآن یا آیت های مکی از چی گفت میزنه؟ توحید. از دیگه چیز مثال میتن اخبار و قصه های گذشته را میگن. ورم به خاطر از این میگن ببینید که شما از آخرت منکر نباشین. قوم عاد، قوم لوط علیه السلام، قوم شعیب علیه السلام از آخرت منکر بود، هلاک شد. قصه ها هر چیزی که می آید به خاطر از این سه مسئله می آید. بنابراین این سه مسئله ما و خودت باید معلومات کافی داشته باشیم. مردم اگر گپ می زنند چرا پشت از این سه گپ گرفتی؟ گپ مردم مهم نیست. آیت ها بسیارش سر از این موضوع تاکید میکنند. وقتی که این سه مطلب در دل انسان جابجا شد، باز مسائل عملی آسان میشه. بنان سوره قاف از جمله سوره های مکی است که از مسائل توحید، رسالت و آخرت گپ میزنه. قاف از جمله سوره، از جمله حروف مقطعات است، به این معنی که حرف حرف. قرآن از این حروف جور شده و مثل از این کسی ساخته نمیتونه. این یک معجزه و یک مراکل است. و القرآن المجید، الله جل جلاله قسم میخوره به قرآن. کدام قرآن المجید؟ قرآنی که شرف، مجد و مقام بلند داره. قسم به قرآنی که صاحب مکانت و مجد و مقام بالا است. قسم خورده. چرا قسم خورده؟ وقتی که قسم خورده میشه با در پشت سرش علما میگه مقسم علیه. به چی قسم خورده؟ مطلب چی است؟ در اینجا خود ذکر نشده. مثلا سوره عصر را ببینید که والعصر، قسم به عصر به زمانه. خب بعد از این چی است؟ ان الانسان لفی خسر، انسان در تاوان است. در اینجا قسم ذکر شده اما مقسم علیه ذکر نیست. علما میگه که در اینجا موضوع چی است؟ ایمان چون قصه پیغمبر میه، قصه آخرت میه، روز آخرت و رسالت حق است. این چیزی است که خداوند ضمناً به او چیز قسم خورده. بل عجیبو، بلکه اینها تعجب کردن. انجاهم، این که آمد بر اینها، منذرون، یک کسی که برشان هشداری میتا، وارننگ میتا، منهم، از بین خودشان. از بین خودشان ما پیغمبر روان کرده، مادم بیگانه نیست. نسبشان بشناسه، هیچ وقت دروغم نگفته، از بینشان ما یک نفر روان کرده. فقال الكافرون، کفار گفتند، هذا شيء عجيب. این بیخی یک چیز عجیب است که محمد پیغمبر شود. این بیخی یک چیز عجیب است. اگر ما بمریم دوباره زنده شویم، این بسیار یک چیز عجیب است برای ما. وقتی که مشرکین مکه این گپ را میزنند، ساده هستند، نمیفهمند، از عقل خود کار نمیگیرند. چرا تعجب میکنین؟ جای تعجب نیست. چی گفتن؟ هذا شیء عجیب. اذا متنا، آیا وقتی که ما متنا ما مردیم؟ و کنا ترابا، باز بعد از او امی خون ما، گوشت ما، استخوان ما به خاک بدل شد. وقتی که ما به خاک بدل شدیم، ذالک، یا دوباره ما زنده میشیم. ذالک، اینمی دوباره زنده شدن ما بعد از اینکه ما به خاک بدل شدیم. ذالک، این دوباره زنده شدن، رجعان، این رجوع یا بازگشت یا ریترن بعید، این بسیار دور است. ایمان به آخرت نداشتن، این یک چیز بسیار دور است. الله جل جلاله میگه قد علمنا، یقینا ما میدانسته، ما میدانیم. چی را میدانیم؟ ما تنقص الارض منهم، ما میدانستیم ما آن چیزی که تنقص و کم میکرد الارض و زمین منهم، از اینها. وقتی که انسان در قبر گذاشته میشه،
و در عالم برزخ می باشه، خاک جسم انسان را کم کم می خوره، کم می کنه، مویشه، خونشه، گوشت و استخوانش. وقتی که زمین ایره کم کرده میره، خورده میره، خداوند میگه که قد علمنا، ما ایره میدانستیم، ما میدانیم ایره. و عندنا کتاب، به شما کتاب است، حفیظ محفوظ است، به شما لوح محفوظ است، یا اگر به خاک بدل میشن، نامشان و نسبشان کلشان به شما در لوح محفوظ، در کتابی که محفوظ است، پروتکت شده، ای کل زندگی جنا پیش ما ثبت است، پیش ما گم نمیشه. ما یارا به آسانی زنده کرده میتونیم. استاد باشین، هدف از این که از این کتاب از نامی عمل نیست؟ لوح محفوظ است این نیست. آیات های دیگه به ملائکه میایه، منتها در اینجا علما گفتن که لوح محفوظ است. بل کذبوا بالحق، بلکه اینها ایمان ناوردن به حق. کذبوا چی معنی؟ قبول نکردن، دروغ دانستن. کذبوا گفتن که اینی دروغ است، اینه تکذیب میگن. من به خاطر میگم که ایمان ناوردن به خاطر که میگه که دروغ است. بل كذبوا، گفتن که دروغ است. بل كذبوا بالحق، حق دلیل مطلبش قرآن است. اینها ایمان ناوردن، دروغ دانستند قرآن را. لما جاءهم، وقتی که برز اینها آمد، قرآن که برشان آمد، ایمان ناوردن، گفتن که دروغ است. فهم فی امر مریج، اینها در یک کار مریج، امی در اینجا میگن که سرگردان و پریشان. اصل کلمه مریج یعنی مکست و مختلط. اینها در یک کار پریشان، مکست و مختلط است. به این معنی گاهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ساحر میگفتن، مجشن. گاهی میگفتن که ای شاعر است، و گاهی میگفتن که ای از آینده صحبت میکنه. اینا یک گپ نداشتن، گاهی یک چیز میگفتن، گاهی دیگه چیز میگفتن. اینا چی بودن؟ اینها در یک کار مکست بودن، پریشان بودن، گاهی یک گپ، گاهی دیگه گپ. ایمان نمی آوردن، به او خاطر اینا پریشان بودن. پس کلمه مریج، پریشانی که مکس باشه، خلط باشه. افلم ینظروا الی السماء، آیا اینها ندیدن به طرف آسمان؟ فوقهم، بالایشان. علما در کلمه فوقهم چی میگن؟ میگه اینا ضرورت ندارن که یک سفر طولانی برون، این ضرورت نداره که بستری خود بسته کنه و باز باز به یک کشور دیگه بره تا یک به یک حقیقت برسه. بسیار ساده و آسان سرت چشم تبالاکو به طرف آسمان سعی کن. این مشرکین مکه ندیدن به طرف آسمان. سعی کنین ما این آسمانی که مقبول است چند صفت داره؟ یکی که ثابت است. چقدر ستاره های مقبول در آسمان دیده میشه؟ ای پلر و ستون نداره، ستون نداره، پلر نداره. یکم دیگه شما ببینید در بینش هیچ سوراخ و هیچ درز وجود نداره. این مشرکین مکه چرا به طرف جسای نمی کنن؟ ای را کی پیدا کرده؟ کسی که ای را پیدا کرده خب میتونه که کسایی که به خاک تبدیل شد، انسانی که مرد به خاک تبدیل شد، کسی که آسمان را جور کرده با این عظمتش، با این مقبول بودنش، میتونه که انسان عاجز و ضعیف. یک دفعه خود در دنیا موجود بود، یک دفعه خداوند پیدا کردش، اما اصلش و اوریجنال خود موجود بود. باز بعد از او پیدا کردن کاپیش خود آسانتر است. این مشرکین مکه چرا فکر نمی کنن سر چی؟ باید فکر کنن، باید به آخرت ایمان بیارن.
چی مشرکین مکه باشه یا مشرکین امروز باشه. دیروز و امروز نداره. ایمان به آخرت حق بود و حق است. افلم ینظروا، آیا اینها ندیدن؟ الی السماء، به طرف آسمان. فوقهم، بالای سرشان. کیف بنیناها، چه قسم ما ایره جور کردیم. ببینید که همینطور ساده است، بیخی تعجب است. در طیاره 20 سال سفر کنی بازم خلاص نمیشه. و زیناها، و ما ایره مقبول ساختیم با ستاره های مقبول. و ما لها، و نداره ای آسمان، من فروج، کدام هول، کدام سوراخ و شکاف در بین از وجود نداره. و الارض مددناها، و زمین ما هموار ساختیم، گسترده ساختیم زمین را، فلات ساختیمش. و القینا، و القینا فیها، و ساختیم فیها در زمین رواسی کوها، کوهای بلند بلند ما ساختیم. و انبتنا فیها، و رویانیدیم پیدا کردیم فیها در زمین، من کل زوج، از هر جوره، از هر جوری که بهیجون اما تو مقبول و قشنگ است، قواری خوب داره. در هر چیز خداوند جوره جوره پیدا کرده، میل خیمه در هر چیز. تبصرتن، تبصرتن و ذکرا، تبصره ایل خداوند به خاطر بینش، به خاطر که شما ببینید، به خاطر بسر کردن یا پیدا کردن بصیرت. خداوند چیزا را پیدا کرده، از فکر، از بصیرت، از بینش کار بگی. و ذکر را، و قرآن این چیزا که از پند است، لسن است. برکی لکل عبد، بر هر انسانی که منیب، کسی که صاحب انابت است. منیب چی مانا؟ از کلمه انابت گرفته شده. انابت یعنی چی؟ منیب یعنی چی؟ انابت خیر ببینین، کسی که به خداوند رجوع میکنه. منیب کسی که ریتن میکنه، رجوع میکنه. هر کسی که به خداوند رجوع میکنه، باز باده در آسمان، در زمین، بهترین مثال ها، بهترین گپ ها هستن. و نزلنا من السماء، این مشرکین مکه به طرف آب ببینه. و نزلنا، ما پایین کردیم، من السماء، از ابر، از بالا، ما هم آب مبارکن، آب با برکت. مبارکن از برکت گرفته شده که توسط آب به مردم بسیار فایده و منفعت دیرست. فانبدنا به جنات، ما رویانیدیم، پیدا کردم توسط از آب جنات، باغها، بستانها ما پیدا کردیم. و حب و دانه. حب چی رو میگن؟ دانه، دانه جو، گندم، جواری، تمام دانه ها که هست. الحصید، حصید یک درو شده. ببینید که گندم یا برنج دانه دانه کلام میشه، بزرگ چی میشه؟ درو میشه. ایره ما پیدا توسط آب از ابر پایین کردیم و ما ایره رویانیدیم. به طرف از ایسای کنیم، وقتی که این کارها را ما میتونیم، میتونیم که دوباره چی کنیم؟ ما چی میتونیم دوباره؟ انسان را دوباره زنده میتونیم بعد از اینکه به خاک بدل میشه. از چی گپ میزنه؟ از آخرت گپ میزنه. گای از توحید، گای از رسالت، و گای از چی؟ از آخرت گپ میزنه. ایمان به آخرت با فامیل خود، با اولاد خود باید بحث کنیم. کسی که به آخرت ایمان داشته باشه، با آسانی عمل بد نمی کنه. می فهمه که اگر من عمل بد کنم، باز بعد از او مپرسان میشم، از من پرسیده میشم. و نخله، درخت خرما. نخل چی رو میگه؟ توسط آب ما درخت خرما را پیدا کردیم. چه قسم از درخت خرما؟ باسقات، درخت های بلند بلند و دراز دراز.
ایره ما توسط آب پیدا کردیم. لها ای درخت ها کس طلعان خوشه. چی است؟ ای درخت ها چی داره؟ خوشه داره. نضید، نضید یعنی چی؟ یکی بالای دیگه ماندگی است. درخت های خرما رو دیدین شما؟ خرما را اگه دیده باشین، خوشه خرما بالای درخت خرما، اگه او را ندیدین، انار خود دیدین، انار که واز میکنه. ببینید که دانگک های چطور یکی بالای دیگه اتو چیده شده. بله؟ پرده یکی بالای دیگه این خرما و انار ایره کی جور کرده میتونه؟ ایره انسان جور کرده نمیتونه. کسی که این کار را میتونه انسان دوباره پیدا کرده میتونه. پس لها طلعان این درخت های خرما طلعان خوشه ها نضید یکی بالای دیگه چیده شده. سبحان الله. ایره چی کرده؟ این گندم و جو و خرما و آب و این کل چیزها را خداوند چی کرده؟ رزقن. ایره به خاطر رزق، روزی، پروویژن للعباد برای بنده ها برای احسان نو هر سور توای رزقا للعباد و احیینا به بلده میتا و احیینا ما زنده ساختیم به توسط آب چی را؟ بلده یک زمین. بلده خود شهر را میگن، شهر یک زمین که در یک شهر است، میتن که مرده بود، یک زمینی که نه در وجود درخت نه گیا بود، ای چیز وجود نداشت. از ابر آب را پایین کردیم ببینیم که زنده شد، سبز شد. میتونیم که مرده را ما دوباره زنده کنیم. شما هیچ تشویش و هیچ شک نداشته باشید. کذلک الخروج، شما دیدین که زمین مرده بود، آب را پایین کردیم و سبز شد. به می شکل استخوان شما و گوشت شما وقتی که به خاک بدل میشه، کذلک الخروج، به می شکل خروج شدن شما از قبر به می شکل حق است. به می آسانی که خداوند آب را به زمین روان میکنه، زمین سبز میشه، به می آسانی خداوند میتونه که شما را از قبر بعد از هزارها سال دوباره زنده کنه. کذبت قبلهم قوم نوح، پیش تکذیب کرد، ایمان ناورد، دروغ دانست، قبل هم پیش از قریش. قوم نوح علیه السلام ایمان ناورد و اصحاب الرس، مردمای رس، رس ام چار میگن. میگن که علما در تفسیر میگن که این رس هم از مردم سمود بود، یک گروپ، یک بقایای از سمود بود که رس چارا میگن. خداوند برشان پیغمبر روان کرد، اینا چی کردن؟ پیغمبر را در چاه انداختن. اصحاب رس، مردم چاه، ایمان ناوردن. پیش از قریش اونا هم ایمان ناورده بودن و سمود، و مردم سمود هم ایمان ناورده بودن و عاد، و عاد هم ایمان ناورد. ببینید که چی شدن اونا، این مهم است. خداوند دیره بیان میکنه که سرنوشت از یا چی شد. هر کدامش به یک شکل ایمان به آخرت نداشتن، خداوند به چی سرنوشت سخت در این دنیا اونها رو روبرو کرد. و فرعون، فرعون هم بسیار گپای کلان کلان میزد. اون با دیش در کجا ماندگی است؟ از آخرت منکر بود. و اخوان لوط و قوم لوط، قوم لوط هم ایمان ناوردن. یکی خو ایمان ناوردن و دیگه فعل بد داشتن و سرنوشتش بر شما معلوم است که چی شد. علما میگه که اخوان لوط، قوم لوط، برادرای لوط، به خاطر میگه که یکی با دیگه لوط علیه السلام از این قوم امرایشان خیشاوندی داشت، با او خاطر ایره برادرای لوط میگن. و اصحاب الایکه، قوم شعیب علیه السلام، ایمان ناورد. ایکه امو یک جایی که درخت زیاد داشته باشه، درخت های فراوان داشت، قوم شعیب علیه السلام
ایمان ناوردن. پیش از قریش قوم شعیب ایمان ناورد، خداوند اونها را هلاک کرد. میتونه که قریش هم هلاک کنه. و قوم تبع، تبع هم یکی از کینگ ها، یکی از ملک هایی که در یمن زندگی میکردن، علما میگه که یکی از ملک ها یا کینگ های یمن بود، مسلمان شد، مردم به اسلام دعوت کرد، مردم به او ایمان آورد. قوم تبع، تبع یکی از پادشاه ها یا ملک های است که در یمن بودن، اونا ایمان آوردن. کلن کذب الرسول، تمامشان تکذیب کردن، دروغگو دانستن پیغمبرها را. فحق، پس ثابت شد وعید، عقاب من، عذاب من بالای از اونها حق ثابت شد و متحقق شد. خداوند میگه که افعینا بالخلق الاول، در دنیا که اصلا انسان نبود، افعینا، آیا ما عاجز شدیم، disable شدیم، بالخلق الاول، در پیدا کردن اول، وقتی که انسان را بر بار اول ما پیدا کردیم، آیا ما عاجز شدیم از دیگر؟ وقتی که او وقت عاجز نبودیم، پس دوباره زنده کردنش ما میتونیم. شما در روجه شک نداشته باشید. بل هم، بلکه این مردم فی لبس، در شک هستند. در شبهه و در شک هستند. من خلق جدید، از خلق جدید. خلق جدید یعنی چی؟ به عبارت دیگه خلق جدید یعنی چی؟ دوباره زنده شدن. بلکه اینها در شک و در شبه هستند که آیا دوباره این مردم زنده میشه یا نمیشه. پس خداوند جل جلاله ببینه که در آیات های مکی چه قسم مسائل مطرح میکنه و در آیات های مدنی چه قسم مسائل مطرح میکنه. الله جل جلاله به ما و شما علم دین را نصیب بگردانه. الله جل جلاله به ما و شما توفیق عمل صالح نصیب بگردانه. الله جل جلاله در خود ما، در فامیل های ما، در اولاد ما خیر و برکت نصیب بگردانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.